خب سلام. موضوعی که من میخوام امروز باهاتون صحبت کنم در مورد نسخه شخصیه. اول بگم داستان این نسخه شخصی از کجا شروع شد. به عنوان یک کسی که توی دانشگاه داره کار میکنه، با دوستان دانشجوی زیادی من سر و کار دارم و یه سوالی خیلی از من پرسیده میشد یا میشنیدم که دانشجوها باش درگیرن و اون مفهوم مهاجرت بود. کیا توی این جمع راجع به مهاجرت فکر کردن یا اقدامی کردن یا میخوان اقدامی کنن؟ اگه میشه نشون بدین ممنون. یه دغدغه خیلی جدی است که من فکر میکردم که چطور باید راهنمایی کرد، یا اول در مورد خودم حداقل باید چجوری راهکاری پیدا کنم که به این جواب بدم آیا مهاجرت خوبه بده، برای هر کسی چه کار کردی داره و چطور میتونم یک الگوی مناسبی پیدا کنم که در ارتباط با هر کسی این جواب بده. و از اونجا رسیدیم به مفهوم نسخه شخصی که بعد دیدم این مفهوم نسخه شخصی خیلی جاهای دیگه هم کاربرد داره. شاید اگه یه فرصتی بود تو قسمت مهاجرت رو میگفتم، صحبت میکردم، ولی امروز میخوام کاربرد نسخه شخصی رو در زمینه اشتغال بگم در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم که پیش رو داریم. توی ابتدای بحث میخوام راجع به این صحبت کنم که میدونید و شنیدید حتما با تغییرات تکنولوژیکی که در دنیا اتفاق میفته انقلاب‌های صنعتی متفاوتی رخ میده و الان در آستانه انقلاب صنعتی چهارم هستیم. و توی انقلاب صنعتی چهارم گفته میشه که چیزی حدود 1,000,000 عنوان شغلی از بین خواهد رفت. توجه کنید، نزدیک به 1,000,000 عنوان، یعنی اگر فقط هر عنوان کاری رو یک نفر شاغل باشه، نسبت به وضعیت موجود ما بیش از 1,000,000 نفر بیکار خواهیم داشت وقتی این شرایط توی جامعه ما جاری و ساری بشه. طبیعتاً هر عنوان شغلی رو فقط یک نفر نداره و این خبر خیلی بدی است. اما خبر خوبی هم وجود داره و اونم اینه که وقتی این فرایندهای تکنولوژیک داره اتفاق میفته، همه اوضاع به سمت بدی پیش نمیره، بلکه ما نمونه هایی داریم در بعضی کشورها که تا بیش از 3 برابر این عنوان های شغلی که از بین رفته به صورت عناوین جدید شغلی تولید شده، یعنی بیش از 3,000,000 عنوان شغلی جدید. صحبتی که من میخوام بکنم راجع به اینه که چطور میتونیم از مفهوم نسخه شخصی برای این داستان استفاده کنیم. در مورد اشتغال و اینکه بتونیم یک کار و کسبی رو شروع کنیم، راهکارهای مختلفی گفته میشه و برای موفق شدن در حوزه‌های متفاوت راهکارهای مختلفی. تقریبا المان‌هایی که منجر به موفقیت میشه رو کمابیش هممون میدونیم و خیلی هم تنوع ندارن. مثلا هممون میدونیم باید تلاش کنیم تا موفق بشیم، ولی یه مسئله‌ای که هست اینه که اگر ما فقط بیایم یک فرد موفق رو در نظر بگیریم یا یک الگو یا برنامه موفق، آیا الزاماً منجر به موفقیت ما میشه؟ اصولاً کپی کردن کار سختی نیست، ولی اجرا کردنش معمولاً خیلی ساده نیست حداقل. و بعدش هم اینه که وقتی ما یک برنامه یا الگوی موفق داریم، حتی اگر نظیر به نظیر مطابق اون الگو پیش بریم، خیلی وقتها میبینید که حداقل به اون سطح موفقیت الگومون نمیرسیم. پس ببینیم این مشکل از کجاست که با داشتن مبانی یا قدمهای اولیه مشترک ما به نتایجی که انتظار داریم نمیرسیم. من با چند تا مثال میخوام این مفهوم رو بزنم که شاید خیلی تو حوزه ما نیست، ولی پراکندگیش فکر میکنم کمک میکنه به این بحث. اولین موردش بحث ژن‌ها هستن. میدونید که ژن‌ها از 4 تا پایه تشکیل میشن و اینها در تمام موجودات زنده و حداقل انسان‌ها مشترکند، اما ما تقریبا 2 تا آدم کاملا مثل هم نداریم. حتی تو دوقلوهای یکسان هم که نگاه میکنیم میبینیم که یه سری تفاوت‌های قابل توجه دارن. پس الگوهای پایه یا اجزای پایه یکسان الزاماً نتیجه های یکسان تولید نمی کنند. مثال بعدی حروف الفبای فارسی هستند.
ما چند تا حرف فارسی داریم؟ الفبای فارسی؟ 32 تا. ولی چند تا حرف داریم؟ خیلی. و سوال جالبتر و نکته جالبتر اینه که آیا محدودن به این حروف؟ به این کلم، این حروف به این کلمات محدودن؟ یعنی ما نمیتونیم کلمات دیگه ای تولید کنیم؟ جواب خیره. مثلا همین چند سال اخیر ما هممون با یک مفهوم جدید آشنا شدیم به نام برجام. برجام وجود نداشت ولی از همون 32 تا ساخته شده برنامه جامعه مشترک. این مثال ها خیلی زیادن، دو تای دیگر رو خیلی سریع میگم و میگذریم ازش. اولیش در واقع سومین مثالی که میخوام بزنم مثال مهره‌های شطرنج و بازی شطرنج. ما چند تا بازی شطرنج با اون تعداد مهره‌ها خونه ها میتونیم داشته باشیم و از اون جذاب‌تر جالب‌تر نوت‌های موسیقی. ما 7 نوت موسیقی داریم ولی چند آوا یا ترانه یا موسیقی میتونیم در واقع ایجاد کنیم؟ به این فکر کنیم. پس در واقع تعداد پایه‌ها و المان‌هایی که ما نیاز داریم برای هر کار به این معنا نیست که نتایج یکسانی میگیریم، بلکه انواع ترکیب‌های ماست که میتونه منجر بشه به محصولات بسیار متفاوت، مثل همه این مثال‌هایی که براتون زدم. پس من فکر میکنم ما برای موفقیت در حوزه اشتغال، کارآفرینی، پیدا کردن کار یا موقعیت مناسب شغلی هم باید یک نسخه منحصر به فرد خودمون رو پیدا کنیم بر اساس پایه‌هایی که میشناسیم. من پایه‌هایی رو که به طور متداول میشه در مورد موفقیت‌های شغلی، چه در کارآفرینی، چه پیدا کردن یک شغل یا یک فعالیت میشه نام برد رو اینجا فهرست کردم. اول دو دستش کردیم، یه سریاش اجباری یعنی اختیارشون دست ما نیست، یک سری هم اختیاری، این مربع‌های مستطیل‌های آبی رنگ. توی بحث‌هایی که اختیارش یا کنترلش در یک لحظه به خصوص دست ما نیست، در یک زمان به خصوص دست ما نیست، هرچند ممکنه در زمان‌های مختلف تغییرش بدیم، این موارد نهفته است. شامل توانمندی‌های خودمون، ما در هر زمان مشخص یه سری توانمندی‌های مشخص داریم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم معادل افراد دیگر باشیم. دومین مسئله محیط یا جامعه ماست. به هر صورت در هر لحظه ما در یک جامعه مشخص داریم زندگی میکنیم، کار میکنیم یا اون پلن رو برای اون جامعه داریم، مثلا مشخصا برای ما الان ایران. و یک سری تصادفات و شانس‌ها و اتفاق‌های تصادفی که خیلی در یک لحظه مشخص ما به اینها هم کنترلی نداریم. در کنار این آیتم‌هایی که به عنوان عوامل فورس شناخته میشه، یک اختیار هم داریم و اون میزان تلاش ماست. ما میتونیم بر اساس مقدار تلاشمون به سمت یک الگوی موفق حرکت کنیم. توی اکثر بحث‌هایی که میشه تمرکز روی این آیتم آخره که البته خیلی هم مهمه که ما باید تلاش کنیم، اما من میخوام بگم با اینکه این شرط لازم هست به هیچ عنوان کافی نیست. ما باید نسخه شخصی خودمون رو بر اساس ترکیبی از اینها بیابیم. یعنی اینکه درسته که میخوایم در قسمت تلاش اعمال فعالیت‌های رو انجام بدیم که منجر به موفقیت بشه، اما حتما باید محیطمون رو بشناسیم، حتما باید بدونیم که چه تصادف‌ها و شانس‌هایی رو برای ما وجود داره که ممکنه برای دیگران نباشه. مثلا ما اگر در بازار ایران داریم کار می‌کنیم، یک نکته مهم که وجود داره اینه که هممون فارسی زبانیم، پس یک امتیازی داریم که ممکن است یک آدم توانمند، یک شرکت توانمند در خارج از کشور این قابلیت رو نداشته باشه. و بعد توانایی ذاتیمون، بر اساس اینها میتونیم الگوهای مناسبمون رو پیدا کنیم. توجه کنید که الگوها، نسخه ها، مثل نسخه های پزشکی نسخه هایی نیستند که در طول زمان صلب باشن و تغییر نکنن. ممکن در طول زمان هم ما نیاز داشته باشیم نسخه هامون رو ویرایش کنیم بر اساس بازخوردهایی که در حوزه شناخت میگیریم و در حوزه تلاشهایی که دریافت میکنیم. خب از این مفاهیم کلی یه خورده میخوام ریستر شم در خصوص اتفاقاتی که تو دانشگاه ها میفته. نگاه کنید، ما توی دانشگاه ها المانهای خیلی خوبی رو یاد میگیریم
و به همون آموزش داده میشن. مثلا شما نگاه کنید در رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی و تمام رشته هایی که در واقع داریم، هنر. اما جامعه ما چی میخواد؟ آیا میخواد همون چیزایی رو که سر کلاس ما یاد گرفتیم بیایم براش اجرا کنیم؟ خب اینا که توی کتابا هست. یه مثال فنی مهندسی میزنم، شاید به گرایش خودم نزدیک تر باشه برای اینکه این مفهوم رو باز کنم. نگاه کنید، مثلا ما رشته های مهندسی مکانیک، رشته های مهندسی برق، گرایش هاش منظورمه، و کامپیوتر رو داریم. اما الان تقریبا میتونم بگم که یک محصول نوین تکنولوژی پیدا نمی کنیم که فقط مکانیکی باشد، فقط الکترونیکی باشد، یا فقط کامپیوتری باشه. ما معمولا با تجهیزاتی سر و کار داریم که مکاترونیکی اند، یعنی از همه اینها درشون دارند، و این در واقع نسخه خاصی است که صنعت از ما انتظار داره یا جامعه ما از ما انتظار داره. خب چطور میتونیم به این سمت بریم؟ برای این کار لازمه که در واقع یک مقدار خلاقانه تر فکر کنیم و بیاندیشیم تا بتونیم نسخه‌مون رو پیدا کنیم. علاقه‌مندم تو این قسمت از صحبت‌هام به یک نمونه‌ای که من با یکی از تیمایی که داریم کار می‌کنیم همین تفکر رو اومدیم پیاده کردیم رو براتون مثال بزنم. شاید جالب باشه که از این مفاهیم کلی به یک مثال عینی و عملی برسیم. ما تو حوزه طراحی و ساخت دستگاه‌ها محصولات متفاوتی تولید می‌کنند. میدونید دغدغه‌های امروز بشر یک بخش قابل توجهش مربوط به حوزه انترتینمنت هست، اینکه چگونه زمان افراد رو بتونیم پر کنیم با برنامه‌های سرگرم کننده و مناسب. و ما بر اساس این ایده اومدیم گفتیم که بیایم مفاهیم پایه‌ای رو که تو دانشگاه داریم و دوستان دارن به ما آموزش میدن اینها رو جمع کنیم در قالب یک محصول. ایده اولیه‌ای که به ذهن من رسید این بود که ما بیایم یک مفهوم جدید درست کنیم برای طعم، برای خوراکی ها، و اسمشو گذاشتیم دستگاه طعم رنگ. و این دستگاه الان که من با شما صحبت میکنم ساخته شده. دستگاه طعم رنگ این است که شما میدونید نورهای پایه‌ای که ما داریم RGB، Red, Green, Blue میتواند با شکلهای مختلفی ترکیب بشه و تعداد بیشمار رنگ تولید کنه. این برنامه‌ای که ما اجرا کردیم در واقع یک اپلیکیشنی داره که روی گوشی‌ها نصب میشه. شما میتونید رنگ مورد نظرتون رو انتخاب کنید و بر اساس نسبت ترکیبی که این رنگ‌ها دارند سه طعم یا سه مزه‌ای که به عنوان مزه‌های پایه انتخاب شدن با هم مخلوط میشن و یک نوشیدنی منحصر به فرد و البته تکرارپذیر رو برای شما به ارمغان میارند. و من فکر می‌کنم یک قدم جدیدی است در حوزه خوراکی ها، در حوزه سرگرمی ها، که میتونه شروع یک فرایندی باشه در بخش اشتغال زایی، کما اینکه همین الان هم افراد این گروه مشغولند به این و ما هنوز با اینکه منتشر نکرده ایم خیلی دیدگاه های مثبتی رو از جامعه محدود اطراف خودمون در مورد این حوزه دریافت کردیم. کوتاه سخن آخر این جمله میخوام این مطلب رو اشاره کنم که ما برای اشتغال زایی مواجهه با مسائل چالشی که بر اساس تکنولوژی های روز نیاز داریم فقط کافی نیست تلاش کنیم، تلاش هم باید انجام بدیم. آن چیزی که مهم است این است که بر اساس اصول موفقیت بتوانیم نسخه شخصی خودمون رو به خوبی پیدا و اجرا کنیم. آرزو میکنم هممون در این زمینه موفق باشید. متشکرم از توجه شما.